ترمینالی که به گونه خودسر از سوی زورمندان در بندر اسلام قلعه ساخته شده بود از سوی دولت بسته شد. معین پلیسی وزارت ترانسپورت میگوید از این پس سهولت‌های بیشتری برای مسافران و بازرگانان در این بندر فراهم خواهد شد. در کنار این رئیس اتاق بازرگانی هرات هم از این باره استقبال کرد. آصف جاهد با جزئیات بیشتر. در این بندر افراد خودسر ترمینال ساختند و به زور موترها را وادار می کنند تا در این پایانه مستقر شوند. همچنین این افراد خودسر در نوبت دهی موترهای مسافربری هم دخالت می کنند. این باره بارها شکایت رانندگان و حتی مسئولان دولتی را در پی داشت. بارها هم گروه های از سوی دولت مرکزی برای نظارت به این دشواری به هرات سفر کردند. آنگونه که سید ولی سلطان معین پالیسی وزارت ترانسپورت میگوید رئیس جمهوری برای رفع این مشکل پافشاری کرده است. او گفت اکنون این ترمینال بسته شده است. و ترمینال های خودسر مسدود ساختن و زمینه برای تنظیم ترانسپورت توسط مامورین ترانسپورت مساعد شده. ما در نظر داریم که یک پکیج از اصلاحات در اینجا در بخش ترانسپورت عملی بکنیم. این باره با استقبال اتاق بازرگانی هرات روبرو شد. سعد خطیبی رئیس این اتاق گفت همواره افرادی به زور از موترهای باربری اخاذی می‌کردند که از این پس وزارت ترانسپورت وعده داده تا کمیسیونی تشکیل دهد و تنظیم امور حمل و نقل را به دوش بگیرد. او ابراز امیدواری کرد با ترمینالی که قرار است در بندر اسلام قلعه ساخته شود امکانات بیشتری برای بازرگانان فراهم شود. قرار است که یک تیرپار در بندر اسلام قلعه جور بشه که او میتونه تاثیرات بسیار فراوانی رو برای سکتور خصوصی در اینجا فراهم کنه. به چند ترمینال در داخل شهر هرات قرار است که ایجاد بشه. با ساختن این زیربناها انشالله نظم هم بهتر میشه و یقیناً روند کار ترانسپورتی به شکل منظم و دیخونشالا روان میشه. ریاست ترانسپورت در هرات همواره دستخوش دگرگونی هایی بوده است. این بار هم معین این وزارت آمده تا کس دیگری را به نام رئیس در این اداره بگماند. پیش از این به دستور مقام های مرکزی شش تن به شمول رئیس پیشین اداره ترانسپورت وظیفه‌شان به حالت تعلیق در آمده بود. اکنون سخنگوی والی هرات میگوید بررسی های پرونده این افراد دنباله دارد. فعلا همو بررسی ها ادامه داره. در صورتی که وصف جرمی پیدا کنه یا شواهدی پیدا بشه که متهم قلم داد بشن، شما مطمئن باشین که ارگان های عدلی قضایی ما اینا رو پیگیری میکنن و فعلا هم متباقی بستا از طریق رقابت آزاد قرار است که استخدام بشن. برای فراهم آوری سهولت بیشتر برای رانندگان و مسافران قرار است دولت 131 ترمینال در سراسر کشور بسازد که از این جمله در هرات، در بندرها و مرکز شهر هم پایانه‌های ساخته خواهد شد. حمل و نقل زمینی که به گونه شاهرگ اقتصادی کشور است با دشواری‌های بسیاری روبرو است. دولت در این 15 سال نتوانسته به این مشکلات رسیدگی کند و همین نبود توجه برای شماری افراد زورمند و جنگ‌افزار به دست منبع درآمدزایی شده است.